Benim nasıl kağıt ya? تو این برف زمستونی فقط یه غذای تند خوشمزه میچسبه. اینو بهش میگن یه بلدرچین آتیشی خوشمزه. با من تا آخر ویدیو همراه باشید تا این بلدرچین هم یاد بگیرید، خودتون کباب کنید، حالش ببرید. مزه بازا میدونن این چیه. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، اگه گفتی قصه تو برف گذاشتن این چاقو و مسخل چی بود؟ خب بریم سراغ آموزش. قرار یه بلدچین آتیشی خیلی خوشمزه آماده کنیم در کنار شما. تا آخرین ویدیو همراه ما باشید. اونایی که دوست دارن یه کباب بلدچین خوشمزه بخورن با ما تا آخرین ویدیو همراه باشن. چقدرم سرده این. خب بلدچین رو قرار درسته داخل سیخ بزنیم. به همین صورت که دارید ببینید بلدچین رو از وسط باز میکنیم، خیلی راحت باز میشه. ببینید بلدچینا رو که باز کردیم همینجوری ببریم قشنگ بشوریمش، بعد بیاریم مرینتش آماده کنیم. این کرفس، اونم پیاز، همینطور که دارید میبینید قشنگ سلیسش بود. فلفل سبز، من تندشو دارم استفاده میکنم، شما میتونید از فلفل شیرین هم استفاده کنید. لیموی تازه، یه خود نمک اضافه کن به این سبزیجات. چای میزنم بهت گفتم که دلیلش چیه. مرینه که امروزمونم قرار از یه ادویه جوجه خوشمزه که از فروشگاه محمدی واسه ما فرستادن شیمون استفاده کنیم، چرا که مطمئنن یه تمامزه خوشمزه رو به این ترکیب بلدرچین کبابی میده. خب این ترکیبات سبزیجاتی که با هم دیگه آماده کردیم، مرینه که بلدرچین کبابیمون احتیاج داره به سس باربیکیو، کمی گلوریا، یه قاشق خمیر سیر، یه مقداری پاپریکا، اونم پاپریکای با کیفیتی که فروشگاه محمدی واسه ما فرستاده. خب استفاده کنیم از یه مقدار ادویه جوجه، دو تا قاشق سوپخوری، روغن زیتون اضافه، یه نصف لیمو تازه. خب اینا رو خوب با این بلدرچینامون ترکیب میکنیم. چه عطری داره. بذاریم یه یکی دو ساعتی بمونه، بعد به سیخ میکشیم و در کنار همدیگه کباب میکنیم این بلدرچین کبابیای خوشمزه. خب این سیخ زدنش هم خیلی مهمه، واسه اینکه یه تیکه درسته میخوایم این بلدرچین رو کباب کنیم، یه سیخ از بغل رد میکنیم، یه سیخ هم از پایین، یه سیخ از وسط های رون رد کردیم، یه سیخ هم از وسط گوشت و تیکه های بال. این مسی کباب کرد. ببین این بلدرچین رو بزن به بدن، اینجوری که میبینی تو برفا داریم میچرخیم، تاثیر آتیشی بودن اینه. بزن و حالش رو ببر، بگو مهمون سر شد، درود به شرفت، عجب آموزشی داری. پیوسته دلتون شاد باشه، لبتون خندون، ادویه های محمدی فراموش نکنید. زیر این پست آیدیشو واسه تون گذاشتم، دیگه حرفی ندارم دیگه. برف هم که دارید میبینید بسیار سرده، ولی اینو ما زدیم حالمون خوب شد. قربون همگی، خدا حافظ.